سلام پنجشنبه 17 فروردین 91 5 اپریل 2012 میلادی ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل مسافرت و دیر برگشتن برنامه با تأخیر کمی تأخیر خدمتتون ارائه میشه در مورد نه موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دویست کارگر کارخانه تولید شمشو شدن چدن زباهن غرب کشور که از طریق شرکت پیمانکاری برای این مجتمع کار میکردند بعد از تعطیلات نوروزی اخراج شدند کارگرا به دفتر مجتمع زوباهن غرب کشور در همدان مراجعه کردند اما فایده ای نداشت و استانداری هم گفته قرارداد تمدید نشده قراره که کارگرا به تهران بیان و جلوی دفتر رئیس جمهوری تجمع بکنند. 650 کارگر شهرداری رشت هم که قرار بود قراردادشون از شرکت پیمانکاری به استخدام در شهرداری تبدیل بشه تبدیل قرارداد نشدند و جلوش گرفته شد معمولا این جور کارگرها در معرض اولین امواج اخراج قرار می گیرد. نکته دومی که شیرکو معارفی زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده در کردستان دست به اعتصاب قضا زده از دیروز و خواستار تعیین تکلیف خودش و, و بیرون اومدن از وضعیت نامعلومش شده فعالان حقوق بشر استان خوزستان هم خبر میدن که نیروهای امنیتی پنجاه نفر از کشاورزان عرب ایرانی رو به دلیل اینکه اعتراض کردن به اقدام شرکت ملی نفت ایران که زمینهاشون رو مصادره کرده و به جای اون پولش رو نداده دستگیر شدند و به نقاط نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی منتقل شدن مسئله گرفتن زمین های هموطنان عرب ما در استان خوزستان سابقه چند ساله ای پیدا کرده که یا از طریق شرکت نفت یا از طریق سپاه این کار انجام میشه و بعد از اعتراض اونها هم برخورد و خشونت و سرکوب پیش میاد نکته سوم اینکه ژاپن در ماه ایپریل دوازده و نیم درصد خرید نفت خودش از ایران رو کاهش داده و مجموعا در دو ماه گذشته 28 درصد کاهش خرید نفت از ایران داشته و روزانه رسیده به خریدن 322 هزار بشک نفت گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که این روزها فعال شده و به شرکت های بین المللی که با ایران کار می‌کنند فشار میارن اعلام کردند که به شرکت رنو نیسان هم فشار آوردن و خواستن توضیح بدن که چگونه است که هم با ایران همکاری میکنند هم با آمریکا نیسان به خصوص این روزها دنبال فروش تاکسی به رانی نیویورک و اگر زیر فشار قرار بگیرند، این دو کارخانه هم ممکن است که راهی قطع کردن رابطهشون با کارخانجات خودروسازی ایران بشن نکته چهارم اینکه آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق خبر داده از اینکه ایران محل مذاکرات هستی را از ترکیه پیشنهاد کرده به عراق یا چین منتقل بشه بحران در روابط ایران و ترکیه به خصوص بر سر سوریه داره شدت میگیره نیویورک تایمز البته تفسیرش این است که این کار ایران فقط برای دفع الوقت و میخواد که زمان کافی برای غنیسازی داشته باشه اما ها بسیاری مفسرین معتقدن ماجرا به اختلافات تشدید شده ایران و ترکیه برمیگرده وزیر خارجه ترکیه آقای داوود اغلو اعلام کرده که سفیر ایران در ترکیه رو احضار کردن به وزارت خارجه و در مورد اظهارات علی لاریجانی که در نخستین روز بازگشای مجلس بعد از تعطیلات حملات بسیار تندی به ترکیه کرده بود و کنفرانس دوستان سوریه در ترکیه رو زیر ضرب و فشار انتقاد گرفته بود اعتراض کردند ترکها و خواستار توضیح سفیر ایران شدن امریکایی ها هم همچنین اعلام کردند که نگران فعالیت های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هستند و معتقدند که در دامن زدن به شلوغی های اخیر در افغانستان دست دارند و تحریک میکنند نکته ششم این که در 24 ساعت گذشته در سوریه دست کم 80 نفر دیگه کشته شدند و امام جماعت مسجد درعا که حرکت و اعتراض در سوریه از این شهر آغاز شد و اکنون امام جماعت از سوریه خارج شده اعلام کرده در مصاحبه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشتار مردم سوریه دست داره نکته هفتم این که مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی به تبدیل به سوژه داغ مسائل سیاست داخلی ایران شده حملات متعدد از جانب های اصولگرا با آقای رفسنجانی شدت گرفته آقای ترقی از نفرات اصلی معتلفی ها حرف آقای خامنه ای رو که گفته بود کسانی که دم از مذاکره میزنند نه فقط الفبای سیاست رو نمیدانند بلکه الفبای غیرت را هم نمیدانند به رخ آقای هاشمی رفسنجانی کشیده و در واقع او را تلویحا بی غیرت معرفی کرده البته آقای هاشمی هم پاسخ داده و گفته که اگر حرف من غلط بود آقای خمینی میگفت در واقع آقای هاشمی در پاسخ انتقاداتی که از حرفش برای لزوم صحبت با آمریکا رابطه گرفتن با آمریکا انتقاد کردن توپ رو به زمین آقای خمینی انداخته نکته هشتم اینکه شیخ محمد یزدی در صحبتی اون یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد رو گفته که او وزارت اطلاعات رو وقتی مسلحی رو ازل کرد کسی دیگه ای رو معرفی کرد آقای خامنه ای قبول نکرد خودش میخواست سرپرست بشه موقتا آقای خامنه ای قبول نکرد و اصرار کرد که مصلحی باید برگرد از سوی دیگه آقای جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران سعی کرده که تلویحا پاسخ آقای شیخ محمدی از رو بده و این ماجرای کشمکش احمدی نژاد با رهبری رو بندازه گردن کسانی که نامه بدون سلام می نویسن منظور آقای حاشمی رفسنجانی که در واقع میشه گفت جناح احمدی نژاد هر وقت چیزی رو میخوان احاله کنند یا دشمنی رو مطرح کنند دست از سر آقای هاشمی رفسنجانی بر نمیدارند و اختلافاتشون مال امروز و دیروز نیست البته آقای رفسنجانی هم در همین مصاحبه روز قبلش حملات تندی رو به دولت احمدی نژاد کرده بود و نکته آخر اینکه وزارت خارجه امریکا اعلام خواستار این شده که متن کامل مصاحبه آقای آلنیر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا که با سایت الف به عمل آورده بوده کامل پخش بشه بنابراین معلوم میشه که سایت الف با آقای ایر مصاحبه هم کرده بوده و میخواسته او رو به عنوان میهمان هفتم در سایتش بیاره تا سوالات های الف ازش بکنن که با حملاتی که شد ظرف چند ساعت سایت الف اون آگهی رو برداشتند که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی